به دنبال کرامت بودم، امروز چنین شقی و بربر شدم. هر آینه دنبال عدالت رفتم، آمان تو بگو کجا برابر شدم. هر آینه دنبال عدالت رفتم، آمان تو بگو کجا برابر شدم. ای حد بر این گل نگهبانی نیست، چوپان و سگ و گرگ برادر شدم. درود بر شما بینندگان و شنوندگان محترم تلویزیون پارس اسرائیل. پریسا هستم، با شما خواهم بود در یکی از برنامه‌های دیگر از شبکه خبر و از اینجا خبرهای بدون سانسور، خبرهای حقیقی رو خواهید شنید. امروز دوشنبه 26 آبان ماه 1399 خورشیدی تازی، برابر با 16 نوامبر 2020 میلادی و خافتت به خشوان به تاریخ ابریست. دوستان لازمی یادآوری کنم همچنان برنامه های ما رو میتونید از طریق ماهواره های جیوی، روکو، تیوی باکس مشاهده کنید. ماهواره های جیلویس هم برنامه ما رو پخش میکنه. همچنین میتونید از طریق وبسایت ما www.pars.com برنامه رو ببینید و دنبال کنید. همچنین در دیوار فیسبوکی من پریسا دانیل بلاتین، کامران آویب یا اسرائیل پارس تیوی برنامه قابل دسترسی است. و بعد از اون در دیوار یوتیوب ما، یوتیوب اسرائیل پارس تیوی، میتونید برنامه رو ببینید و همچنین در تلگرام موجوده و پارسا تیوی و سرچشمه تیوی هم برنامه ما رو پخش میکنن. خب دوستان عزیزم، میپردازیم به دمای هوا در اسرائیل. دمای هوا در تل آویو 17 درجه، در اورشلیم 11 درجه و در بندر حیفا 15 درجه پیش بینی شده. آمار مبتلایان به کووید 19 در اسرائیل به 7918 نفر رسیده که 563 نفر اونها در بیمارستان ها و مراکز درمانی بستری هستند و 314 نفر در شرایط سخت و بحرانی به سر میبرند و از بین اونها 133 نفر با کمک دستگاه‌های تنفسی قادر به ادامه حیات هستند و تا امروز 2732 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در اسرائیل جان باختند. رقیب شرکت تولید واکسن فایزر به نام شرکت داروسازی مدرنا امروز اعلام کرده که موفق به تولید واکسن با 94.5% موفقیت شده. هفته گذشته شرکت فایزر میزان موفقیتش رو 90% تخمین زده بود. خبرها حاکی از اونه که دولت اسرائیل هم با این شرکت قرارداد بسته و قراره در ماه جون این واکسن ها به اسرائیل برسه. و این شرکت مدرنا در ماساچوست آمریکا قرار داره که خب رقیب شرکت فایزر هست. خب میبینیم که شرکت ها یکی پس از دیگری دارن موفقیتشون رو در خصوص تولید واکسن کووید 19 اطلاع میدن. اتفاق تاریخی دیگر که دومین اسرائیلی در راه سفر به فضاست. اولین اسرائیلی که به فضا سفر کرد زنده یاد ایلان رامون بود که او پیشتر خلبان ارتش اسرائیل بود که در سال 1981 مأموریت انفجار کره اتمی عراق را
به عهده داشت و پس از اون در سال 2003 با 6 نفر دیگر از سرنشینان این سفینه در راه برگشت در هنگام ورود به اتمسفر دچار حریق میشه و همه سرنشینان از جمله این خلبان جان خودشون رو از دست میدن و این آقا در زمان جان باختن فقط 48 سال داشته و حالا ایتان استیوا 62 ساله که اون هم خلبان ارتش بوده با 2 سرنشین دیگه راهی فضا می شوند. اونها برای یک آزمایش 8 روزه آماده شدند و امروز از طرف ریاست جمهوری اسرائیل روبن ریولین مورد محبت و تشویق و برکت قرار گرفتند، با این امید که بی خطر از این آزمایش تکنولوژی فضایی برگردند و افتخاری دیگر برای کشور اسرائیل به ارمغان بیاورند. بله، در زمانی که قرن 21 دارن میرن فضا، سفر میکنن به کره ماه و با توجه به یک همچین موقعیتی، هموطنان ما در ایران مشتی آخوند عقب افتاده که در 1400 سال پیش موندن زمام مملکت رو به دست گرفتن و این واقعا دردناکه، حقیقتا دردناکه. با این امید که به زودی زود بتونیم این افتخارات رو در کشور عزیزمون ایران داشته باشیم. بله دوستان خوبم، خواهش میکنم در این فرصتی که پیش اومده برنامه رو اشتراک گذاری کنید در گروه ها برای دوستانتون، برای اکثر گروه ها ارسال کنید. این روزها خبرهای بسیار بسیار مهمی هست که باید انتشار داده بشه. وظیفه ما هر انسانی اینه که آگاهی رسانی کنه. میدونین تمام رسانه ها از چپ ها حقوق میگیرن، همه عامل هستند، همه به دنبال منافع شخصی هستند و کمتر میتونین خبرهای بدون سانسور رو از رسانه ها بشنوید. همه رسانه ها CNN, Fox News, ABC, Voice of America, BBC و همه اینها میدونین که خبرهای واقعی رو به شما نمیدن. بنابراین تا بخوایم به خبرها نزدیک بشیم، خصوصا خبرهای آمریکا و ایران، تمنا دارم برنامه رو اشتراک گذاری کنید. ببینیم این گزارش رو و برمیگردیم. נער רובי ריבלין, שר המדע והטכנולוגיה, יזהר שי, משפחה וחברים יקרים, אני מקבל על עצמי את השליחות שלך, כבוד הנשיא. עוד שנה, תהיה לנו הזדמנות... בלה, דוסטון עזיזם, אין אורו, המון חלבון 62 סולי, כגרור בפזו ברה, אורי איתן אסטיבה. עכשיו אנחנו מרגישים את התלהבות הקהילה המדעית, המדריכים והילדים מהצוהר שנפתח להם לקחת חלק במשימה. כילד בלילות חשוכים ישבתי, הבטתי למעלה לכוכבים וחיכיתי בסבלנות לראות כוכב נופל. בלה, ובאיזה افتخار کشور اسرائیل هستند و ارتش اسرائیل گزارشی منتشر کرده که مرزهای این کشور از طرف غزه و مرز لبنان در حال آماده باش به سر میبرند و احتمال تنش‌های دوباره هر لحظه وجود داره که اسرائیل آماده دفاع از خاک و مرز و بوم این کشوره. در مقابل حماس، جهاد اسلامی و لبنان حزب الله که همگی تقریبا میتونیم بگیم از طرف حکومت جمهوری اسلامی مورد حمایت قرار میگیرن. و روزنامه نگار CNN که ما این روزنامه نگار CNN رو به خوبی میشناسیم به نام کریستیان امانپور، برای هممون آشناست این اسم و داستانی که هممون رو فیلم کردن و مدتی گفتن این آقای کریستیان امانپور
در زندان جمهوری اسلامی به سر می برد، در زمان اوباما که اوباما گفته بود که با جمهوری اسلامی توافق کرده، روابطش رو خوب کرده که این زندانیان رو بتونه آزاد کنه. و کریستیان امانپور یکی از کسانی بود که زمانی که آمریکا بر سر مواضع صلح و قرارداد هسته‌ای برجام نافرجام داشتن صحبت میکردن آزاد شد، اما خب آزادیش همگی دیگه کریستیان امانپور رو میشناسیم که یک بازی بود در واقع، این ایرانی آمریکایی یک بازی بود و الان هم ذات خودش رو نشون داده و باعث شده که یهودیان آمریکایی هم بسیار عصبانی بشن. و اینجا یک پیامی دارم برای اون دسته از یهودیان آمریکایی که به جو بایدن و کاملا هریس رأی دادن و سینه چاک کردن، مثل خانم هما سرشار، کجایی که ببینی کریستیان امانپور در یکی از برنامه هاش در مورد جنایت تلخ 82 ساله پیش و کشتار یهودیان در آن زمان به دستور هیتلر صحبت میکنه و میگه که در اون سالها نازیسم یهودیان رو به خاطر نژاد و مذهبشون کشتند و حالا در این 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ او دقیقاً همان افکار هیتلر و نازیسم رو پیش گرفته و با به این جمله تاکید میکنه که مقام ریاست جمهوری منتخب آمریکا کاملا هریس و جو بایدن متعهد شدند که آمریکا رو به حالت عادی سابق برگردونند. و خب انگ نژادپرستی رو میزنه به دونالد ترامپ و این مقایسه خیلی رو عصبانی کرده. Week 82 years ago, Kristallnacht happened. It was the Nazis' warning shot across the bow of our human civilization that led to genocide against a whole identity, and in that tower of burning books, it led to an attack on fact, knowledge, history, and truth. After 4 years of a modern-day assault on those same values by Donald Trump, the Biden-Harris team pledges a return to norms, including the truth. This week, 82 years... بله، زهی رویای خام. و این خانم کریستیان امانپور بسیار بسیار باعث خشم و نفرت خیلی از یهودیان آمریکایی شده و این مقایسه اصلا مقایسه نادرستی بوده که ترامپ رو در کنار هیتلر قرار بده و نازیسم. بسیار احمقانه بوده این نشان دادن این دو کنار همدیگه مقایسه کردن. و خیلی از یهودیان این رو به جنبه یهود ستیزی پذیرفتن و گفتن که آقا این خانم اصلا جنبه یهود ستیزی داشته، وگرنه اصلا دلیلی نداشت که بیاد و این افکارش رو این چنین عنوان کنه. و این سخنان کریستیان امانپور نوعی یهود ستیزی به حساب میاد. امروز دولت اسرائیل از این خبرنگار ابله خواسته که به سرعت از بیان این سخنانش ابراز ندامت و عذرخواهی کنه. این خبرنگار CNN بود، کریستیان امانپور، که زهی رویای خام داره. هنوز ریاست جمهوری آمریکا از نظر قانونی مشخص نشده، هنوز بایدن از نظر قوانین آمریکا رئیس جمهور منتخب نیست و اون رئیس جمهور منتخب رسانه‌های چپگراست، فقط همین. و کریستیان امانپور هم برحال برای مردم آمریکا باعث ننگ، باعث ناراحتی، باعث و یکی از این وطن فروشان جهان وطنه که واقعا براش متاسفی. و بله، میریم خبرها رو ادامه بدیم. اطلاعات مهم درباره انتخابات آمریکا که ارتش ایالات متحده در عملیاتی به شرکت نرم افزاری اروپایی سایتل هجوم برده و سرورهای شرکت رو در فرانکفورت آلمان ضبط کرده. کنگرسمن لوی گفته که سایتل به نادرست میزبان داده های انتخابات آمریکا بوده و نتایج رأی گیری رو به نفع جو بایدن تغییر داده. پیش از این آندرا
ویدبورگ در گزارشی که داده بود گفته بود که سایتل شرکتی است که در بارسلونا وجود داره که سیستم های رایگیری الکترونیکی رو در سراسر جهان فراهم میکنه و ثابت شده است که بسیاری از اونها در برابر دستکاری های الکترونیک آسیب پذیر هستند. سایتل با جورج سوروس که اسمش برای هممون آشناست و حزب دموکرات ارتباط دارد و یا داشته است، بخشی از سهام آن را بیل گیتس خریداری کرده که بنیانگذار مایکروسافت و 40 میلیون دلار در سایتل سرمایه گذاری شده از جانب جورج سوروس و افراد دموکرات آمریکا. خب این خبرهایی که هیچ کدوم از رسانه‌های مطرح جهان مطرح نمی‌کنن، این خبرهایی که هر جایی شما نمی‌تونید بشنوید. پس از اون که دولت آمریکا تشخیص داد که این سرور دامینیون در تغییر آرا نقش داشته است، جامعه اطلاعاتی جستجوی سرورها را آغاز کرد و متوجه شد که سرور در آلمان است. برای دسترسی و استفاده قانونی از آن سرور لازم بود که وزارت امور خارجه یا وزارت دادگستری با هم همکاری کنند. با گرفتن سرور اکنون شواهد استواری دارند که چه زمانی دستور توقف شمارش آرا داده شده است. آنها همچنین خواهند فهمید که چه کسی دستور توقف شمارش آرا را داده است و چه کسی الگوریتم تغییر آرا را از CIA گرفته است. این عملیات کنار گذاشته شده بود و نیروهای سرکوبگر بله میبینیم که دوستان این گزارشی بود که نشون میده جمهوری خواهان و دونالد ترامپ مدارک بسیار بسیار زیادی دارن برای اینکه اثبات کنن در این انتخابات تقلب رخ داده، وگرنه ترامپ میتونست برنده این انتخابات باشه، کما اینکه امروز همین چند دقیقه پیش من دیدم که در آخرین توییتی که منتشر کرده نوشته که من برنده ام و دونالد ترامپ هیچ وقت باخت رو نپذیرفته و هرگز نگفته که قبول داره که بازنده شده و تا آخر به دنبال این احقاق حق داره میره، چون معتقده که باید دموکراسی در آمریکا حاکم باشه و رأی‌های مردم باید مورد اعتماد مردم باشه. یعنی اینکه مردم اومدن رأی دادن، اگه قرار بود از اول بایدن انتخاب بشه خب چه کاری بود دیگه، اصلا چرا بهشون میگین دموکراسی؟ در نهایت دوستان خوبم، امروز کاملا هریس و جو بایدن یک پستی رو منتشر کردن در توییتر و نوشته بودن که تقاضا کردن از ثروتمندان، مثل اینکه کفگیرشون خورده ته دیگ، تقاضا کردن از ثروتمندان که بیان و سرمایه گذاری کنن و گفتن که از نظر مالی برای مقابله با تیم وکلای ترامپ ما نیاز داریم که سرمایه گذاری کنیم، وکیل بگیریم و دعوی ترامپ رو پاسخگو باشیم، چون اونها دارن پیش میرن. یعنی این احساس ترس کاملا هریس خودش یک دلیل دیگری است بر موفقیت ترامپ برای اثبات این موضوع که تقلب شده. و اون دسته از ارازل و اوباش، اون دسته از رسانه‌های جعلی، رسانه‌های وابسته به چپ که اخبار رو اونجوری که خودشون میخوان عرضه میکنند، تفسیر میکنند و گفته بودن که آقا دونالد ترامپ قبول کرده، پذیرفته که بازنده شده. باز برای اونم یه توییت زده که آقا من کی پذیرفتم که بازنده شدم؟ من در توییت نوشته بودم که آقای جو بایدن ریاست جمهوری است که رسانه ها انتخابش کردن و با تقلب شده رئیس جمهور و من هرگز شکست رو نپذیرفتم.
الکس جونز مجری معروف تلویزیون های آمریکا و صاحب بسیار هوادار داره این آقا، در مورد وسط هواداران پرزیدنت ترامپ یه صحبت بسیار بسیار مهمی رو عنوان میکنه. میگه پیروزی در این انتخابات روز استقلال دیگری برای آمریکاست و دقیقاً مانند آزادی آمریکایی‌ها از استبداد انگلیسی‌ها در 4 جولای 1776 است که صدها هزار آمریکایی در واشنگتن دی سی جمع شده و فریاد زدند که دست از دزدی از صندوق‌های رأی مردم بردارید. I want to tell you that this marks the start of the second American Revolution. This is just as important as July 4th, 1776. The corrupt foreign-owned media, run by the Chi-Coms and the EU, openly said 3 years ago with Xi Jinping at Davos that they would crush America and destroy Trump. فقط در 4 شهر ایالت میشیگان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 69,000 تغییر رأی از ترامپ به بایدن اتفاق افتاده. حداقل 138,000 رأی، در واقع 69,000 رأی از ترامپ کم و 69,000 رأی با استفاده از یک الگوریتم کامپیوتری به بایدن اضافه شده. یعنی ببینید 69,000 رو به اضافه 69,000 بکنی و این فقط یه نمونه از تقلب بوده و منتظر عذرخواهی قولهای رسانه‌ای از ترامپ و مردم آمریکا و مردم آزادی‌خواه سراسر جهان که دوستداران پرزیدنت ترامپ و آزادی‌خواهی هستند هستیم. شبکه‌های مهم ABC خبری و NBC و CBS همگی عصر پنجشنبه در حال پخش کنفرانس مطبوعاتی دونالد ترامپ درباره دیدگاه‌های او در خصوص نتایج انتخابات 2020 بودند که به یک باره با هم و در یک زمان پخش اون رو قطع کردند. شبکه دموکرات‌ها اقدام به این کار کرد و علت آن را دروغگویی ترامپ اعلام کرد و گفت نه اینکه قطع می‌کنیم بلکه آن را اصلاح می‌کنیم. سوال: این قول‌های خبری از کجا می‌دونستند که دونالد ترامپ می‌خواهد چه بگوید که به دروغگویی متهمش کردن و امروزه که همه‌شون رسوا شدند و رسواتر هم خواهند شد؟ چرا که دیروز اولین متقلبی که در برنامه انتخاباتی به نفع بایدن تقلب کرده بود در اون حوزه گرفتار شد، دستگیر شد و دولت دونالد ترامپ گفته که در روزهای آینده خیلی ها دستگیر میشن و خیلی مدارک رو میشه. از کجا میدونین؟ از جایی که کاملا هریس تقاضای کمک کرده و گفته که آقا نیاز به پول داریم برای اینکه بتونیم مقابل ترامپ و وکیل‌های اون احقاق حق کنیم. خب بریم این گزارش رو با هم ببینیم که دموکرات‌ها، بله خب میریم گزارش بعدی، مهم نیست. دوستان خوبم می‌بینین که رسانه‌هایی که نقش قانون اساسی آمریکا و قضات آمریکایی رو بازی کردن و حکم دادن و اجرایی کردن باید پاسخگوی مردم آمریکا باشن و اقتدار و دموکراسی قدرتمندترین کشور جهان رو به تمسخر گرفتن و بزرگترین خیانت رو کردن. لحظه‌ای که صحبت‌های ترامپ رو قطع کردن، حتما همتون این گزارش رو دیدین، شاید لازم نباشه که اصلا پخشش کنیم. وقتی که ترامپ داشت صحبت می‌کرد و وسط صحبت‌هاش حرفش رو قطع کردن. خب و
کنگره با توجه به تخلفات صورت گرفته در انتخابات بایدن گفته که رئیس جمهور منتخب بایدن نمی باشد و دموکرات های آمریکایی نام دموکراسی رو خراب کردن. یعنی تا زمانی که مشخص بشه که مشخص شده در انتخابات تقلب بوده، صلاحیت بایدن برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری تایید نخواهد شد. تمام. حالا هزار دفعه بیاین بشینین بگین که آقا تموم شد دیگه، بایدن رئیس جمهور آمریکاست. نه آقا، اینجوری نیست. بایدن نمیتواند رئیس جمهور آمریکا باشد، چون این انتخابات پر از تقلب و دروغ بوده. و بله، این گزارش رو ببینیم که چطور صحبت‌های ترامپ رو قطع می‌کنن. قطعاً اینا باید بیان و عذرخواهی کنن و روزهای سختی در انتظارشون. دیروز من یک خبر دیگر رو تصادفاً داشتم می‌گشتم توی سایت‌ها، دیدم که CNN تقاضای فروش کرده، یعنی دنبال مشتری می‌گرده که سهام خودش رو بفروشه و دلیلش هم گفتن برشکستگی است. حالا چی شده که CNN برشکست شده و دنبال فروش قسمت در واقع CNN هست، مجموعه CNN رو میخواد بفروشه، مشخص نیست. ولی فکر میکنم خیلی از دموکرات ها، مخصوصا اونایی که سنگ بایدن رو به سینه میکوبیدن، امروز احساس خطر میکنن و به دنبال راه فرارن. بریم با هم ببینیم این قسمتی که بیشرمانه صحبتهای دونالد ترامپ رو همشون با هم، همه شبکه ها با هم صحبتهای ترامپ رو قطع کردن. Good evening. I'd like to provide the American people with an update on efforts to protect the integrity of our very important 2020 election. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of the United States. And Ari Melber, don't go far, given that you are our chief legal correspondent. There are no illegal votes that we know of. بله، ملاحظه فرمودیم با چه وقاحتی اومدن. یعنی همه این رسانه ها دست به دست هم دادن که ترامپ رو به پایین بکشن و جو بایدن رو راهی کاخ سفید کنن، ولی غافل از این که موفق نخواهند شد. تایید دستگیری دالاس جونز، اولین شخص دستگیر شده به خاطر تقلب در انتخابات، که مدیر کمپین انتخاباتی جو بایدن در تگزاس به اتهام تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده توسط FBI دستگیر شده و مدارک مستند فراوان و چند شاهد عینی در رابطه با تقلب انتخاباتی توسط این شخص وجود داره و اونها رو به دادگاه تحویل دادن. بعد از این دستگیری، بله، دستگیری که با هم میبینیم، این مقام FBI که داره این دستگیری رو تایید میکنه که بعدا نگن فیک نیوز بوده، آقا اصلا کسی دستگیر نشده. خیلی ها اومدن همین دیروز خیلی از این رسانه ها توی خبراشون اومد بودن، گفته بودن آقا اصلا ترامپ مدرک نداره ارائه بده که ثابت کنه تقلب شده. مدرک ارائه دادند، دستگیرم شدند. اینم FBI که داره تایید میکنه این دستگیری رو. Hey guys, so I wanted to give you an update on everything that's going on today. The Texas political director for the Joe Biden campaign, Dallas Jones, according to numerous sources inside law enforcement and according to numerous sources across the great state of Texas and social media posts that are spreading, social media videos that are spreading, and also surveillance footage and surveillance capabilities that I have seen shows
that it appears that Dallas Jones was forcibly interrogated by the FBI today and was in fact in FBI custody undergoing interrogation. Now, I am awaiting word from the FBI and also from Mr. Jones himself. This scandal hinges on voter fraud, a massive voter fraud ring that's being run in the city of Houston and in Harris County. This is something that some very good people and I have been working on for quite some time and that I have been reporting on. There are now a number of... بله، یک مقام آگاه که داشت تایید میکرد که FBI اولین شخصی که خیانت کرد به دموکراسی در آمریکا بازداشت شد دیروز. و استرالیا، سیدنی در پی خیانت قولهای رسانه‌ای جهانی، خصوصا آمریکایی، به پرزیدنت ترامپ و مردم آمریکا، تمام آزادی خواهان جهان رسانه پرزیدنت ترامپ شدن و پرزیدنت ترامپ در آسمان سیدنی استرالیا نامش ثبت شد. سیدنی استرالیا write the Mr. President Trump name on the sky. Hello everyone around the world. Here is the Sydney, Australia. Write the Mr. President Trump name on the sky. و جک دورسی مدیر توییتر و مارک زاکربرگ مدیر فیسبوک روز 17 نوامبر به کنگره احضار شدند تا درباره سانسور اطلاعات انتخاباتی مورد بازخواست قرار بگیرند. آقا هر کاری که از دستشون برمی اومد کردن، ما رو سانسور کردن، خیلی از پستای من رو پاک کردن، خیلی هاشو بستن، خیلی هاشو بهم اخطار دادن و همین الانم نمیتونستم برنامه رو به راحتی اشتراک گذاری کنم دوستان خوبم. بنابراین 17 قراره که اینها به پاسخگو باشن و به کنگره آمریکا دعوت شدن. و دونالد ترامپ امروز در آخرین توییت خودش نوشته که انتخابات رو بردم. و جان ویت، پدر آنجلینا جولی، هنرمند سرشناس آمریکایی، گفته که حالم به خاطر این دروغ که بایدن رئیس جمهور منتخب مردم است به هم میخوره. دموکرات ها شیطانی و فاسد هستند و قصد دارن کشور رو از هم متلاشی کنند. بریم صحبت های پدر آنجلینا جولی رو با هم بشنویم. My fellow Americans, I stand here with all that feel as I do, disgusted with this lie that Biden has been chosen. My friends of all colors, races, and religions, this is now our greatest fight since the Civil War, the battle of righteousness versus Satan. Yes, Satan, because these leftists are evil, corrupt, and they want to tear down this nation. My fellow گروهی از حقوقدانان برجسته بین المللی از دادگاه بین المللی مردمی آبان رو با هدف برقراری عدالت در حق قربانیان کشتار آبان تشکیل جلسه دادند. اونها در طی دادرسی 3 روزه در لاهه و با اجرای تمام ضوابط بین المللی، شهادت های خانواده های جانباختگان، شاهدان عینی و کارشناسان را استماع و در نهایت حکم خودشون رو صادر خواهند کرد. دادگاه بین المللی مردمی که از تمام کسانی که شاهد اعتراضات آبان 98 بودند یا عزیزانشون رو در جریان این اعتراضات کشته، زخمی یا زندانی شدند، میخواهد تا با تماس با این دادگاه به روشن شدن حقایق و تحقیق عدالت یاری رسانند. بله، شماره تلفن هم دادند. دوستان خوبم، میتونید تماس بگیرید، پیام بفرستید و کمک کنید تا عدالت در ایران برقرار بشه. اگه دادگاه لاهه خامنه ای ملعون رو
محکوم کنه قطعا میتونیم یه قدم به آزادی نزدیکتر بشیم. بنابراین توجه کنیم به این گزارش، اون شماره ها رو یادداشت کنید و هرچی اطلاعات دارید براشون ارسال کنید. سال همزمان که مردم ایران در خیابان قتل عام می شدند، آیت الله بی بی سی با این عمله نایاک با وقاحت تمام رو به دوربین گفت حکومت حق داره علیه مردمش از زور استفاده کنه و مردم ایران هن که امروز میگن نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم که چی به سرمون آوردن همین قولهای رسانه‌ای، همین بی بی سی و صدای آمریکا و ایران اینترنشنال و بقیه این رسانه‌هایی که نیازی به آوردن اسمشون نیست و همه تون میشناسینشون. با هم بریم ببینیم این قسمت رو که چه صحبتهایی میشه بر علیه مردم شریف ایران. آقای اعتمادی و بسیاری از تحلیلگران میگن که مسئولیت آنچه که در حال رخ دادن هست مستقیما بر عهده جمهوری اسلامی است و مشخصا بر دوش آیت الله خامنه‌ای. من فکر میکنم کلا از زمانی که جامعه بشریت یک حکومت را قبول کردش، از اون زمان به حکومت این حق رو دادش، وارد یک قرارداد اجتماعی شد و به حکومت این حق رو دادش که علیه به صلاح شهروندانش از زور استفاده بکنه. به نظر من نه به دیکتاتوری مربوط میشه و نه به دموکراسی. کلن حکومت ها در هر جای دنیا این حق رو به خودشون میدن که از قوه قهریه علیه شهروندانشون زمانی که تهدیدی ببینه از لحاظ اونها استفاده بکنن، حالا چه در آمریکا باشه، چه در ایران باشه، چه در چین باشه، در همه جا از قوه قهریه استفاده میشه. بله دیگه، یعنی همه جا میتونن روی مردمشون اسلحه بکشن، مغز جوانهاشون رو کف خیابون متلاشی کنن که این حق رو بهشون دادن دیگه از نظر این آقا. حالا چه کسی از این آقا نظر خواسته؟ رسانه‌ای به نام بی بی سی که مال ملکه انگلیسه و هر کاری دلشون بخواد با ما میکنن. بنابراین بیاییم تحریم کنیم این تلویزیون ها رو گوش نکنیم، بیایم رسانه های مردمی رو بالا پر بدیم، کمک کنیم که این رسانه های مردمی بمونن و بتونن خدمت کنن در راه آگاهی رسانی. ویدیوی کوتاه از مراسم اولین سالگرد جان باختن مهدی نیکویی، یکی از هزاران جان باخته راه آزادی در اعتراضات آبان ماه، که امان از آه و فغان مادران داغدار. فراموش نمی کنیم که در آبان 98 حتی به دنبال زخمی ها در بیمارستان ها بودید خامنه ای، که این نمونه ای از صدها سندی است که در اختیار ما قرار داره و روز موعود به دادگاه ارائه خواهد شد. یعنی به زودی امیدوارم که دادگاه لاهه درست عمل کنه و باعث و بانی این همه قتل و جنایت رو به سزای اعمالش برسونه. میبینین این نامه هاییه که برای بیمارستان ها ارسال شده و از بیمارستان ها خواسته بودن که جوان هایی که بر اثر
اصابت گلوله مراجعه میکنن به بیمارستان، اینها رو اسامیشون رو بدن به نیروی انتظامی، به سپاه پاسداران تا خدمتشون برسن. خیلی ها رو در بیمارستان اینا دستگیر کردن و بعد کشتند، به راحتی کشتنشون. و دوشنبه 20 آبان 99، یعنی امروز، روبروی سازمان بورس در میدان ونک، مردم سهامدارانی که امروز مال باخته هستند و پولشون رو در بورس سرمایه گذاری کردند، بار دیگر تجمع اعتراضی داشتند. بی شرف پول ما رو پس بده بقیش. ولی مافیا پایین، ولی مافیا پایین، ولی مافیا پایین، ولی مافیا پایین. جمهوری اسلامی حتی از مراسم یاد بود بر سر مزار جان باختگان آبان 98 وحشت دارد. این حکومت از مرده ها هم می ترسه. مراسم رو جمع کردن، یه از مراسم بالاتره. شما سن بالا، این بنده خدا سیزانه دست من هم نیست، اگه با من قضا بیان بریم، ولی واقعا دست ما هم نیست. به خدا راضی بعد از دیدن شما هم نیستیم، من نمید خونه باشم. گفتم آقا کسی نایم نیست به خاطر سوال گرده آبا کسی نایم داخل، پس معطل نشده بری به سلامت. آقا بفرمایید. بله دیگه، برین به سلامت، اینجا تجمع نکنین، مراسم هم نگیرین برای بچه هاتون. یکی نیست به این بگی آخه مردی که مگر چغندر زیر خاک کردن، جوان رشیدشون رو دادن، شما شلیک کردید، شما مسبب بودید. و یادی کنیم از حبیب الله سیاری که با حیدری در تلویزیون وعده دستگاه نابود کننده کرونا رو دادند تا ارتش در خالی بندی از سپاه عقب نیفته و بتونن از خزانه دولت به همین بهانه بودجه بردارن. حالا اون دستگاه کروناییابتون کجاست؟ چی شد؟ نمال ارتش درست بود و نمال سپاه. مشتی دروغو فرصت طلب برای برداشت ثروت از خزانه دولت، پولهای مردم. چیزاتی رو واقعا ایجاد کنیم، ابداع کنیم، کارکنان رو زمینه که بتونن هم در عرصه پاکسازی و ذوالعفونی کردن به اصطلاح به دو روش مهپاشی و حرارتی مورد استفاده قرار بگیرن که رقابت هم میکنه با نمونه های خارجی که دارن. این در بحث به قول معروف تهاجمی و به منظور ریشه‌کن کردن. و در بحث تشخیصی هم بازم تجهیزات بسیار خوبه. من امروز در خدمت همین سیاری بودیم، تجهیزاتی ساخته شده توسط جهاد نیروی زمینی، تجهیزات اوزون ساز هست که انشالله گواهی نامش هم گرفته از وزارت، از ارتش، از وزارت بهداشت درمان هم فردا روز شنبه اصراری میکنم گواهی نامه رو خواهد گرفت و انشالله. حالا یکی از اینا بپرسه که خب حالا چی شد؟ اون دستگاه ها کجان؟ چقدر کرونا تشخیص دادین؟ کرونایی آب درست کردین؟ الان که وضعیت واقعا نابسامانی در ایران، در هر شبانه روز 450 نفر جونشون رو به خاطر کووید 19 از دست میدن. کجا؟ کرونا یا به چی؟ و یک ولایت مداری به نام هادی رضوی که هادی آدمی بوده در کربلا و از این صاحب هیئت ها و سینه بزنه و خدمتی بکنه به زواران، کسانی که میرن کربلا، و چه اعتقادی، چه ایمانی. و یک ویدیو قبل از دستگیری این آقا در صدا و سیما که دعوت شده بوده منتشر شده که همون صدا و سیما هم که رفته بوده فقط برای این بوده که شناخته بشه و بیشتر و بهتر بتونه از رانت‌های آقازادگی برخوردار بشه. حالا چرا اساسا گرفتنش، زندانش کردن نمیدونم، ولی هادی ولایت مدار و زائر پیاده اربعین و کربلا و از این حسین حسینا در زمان حرکت در شهر تهران به صورت کارناوال تردد میکرده که
بله با محافظ و بادیگارد و چه بگیر و ببندی بوده و نمیدونیم دقیقاً میزان دزدی‌هاش از 1000 میلیارد تومان گذشته. حالا چقدر از 1000 میلیارد بالاتر بوده هنوز ما نمیدونیم، ولی این آقا متهم بانک سرمایه است، آقای هادی رضوی متهم بانک سرمایه و داماد شریعت مداری وزیر کاره. داماداشون هم باید از مال مملکت بخورند و ببرند، که پیش از رفتن به زندان قصد فرار از ایران رو داشته و در حال فراهم کردن مقدمات فرار بوده که با اطلاع نیروهای امنیتی شبانه در منزلش دستگیر میشه. بله بریم با هم ببینیم این گزارش رو که این آقا در تلویزیون صدا و سیما چقدر قیافه مؤمن و حق به جانبی به خودش گرفته بوده و هزاران میلیارد تومان پول ملت رو هپولی کرده. حالا یه سوالی خیلی با احتیاط این سوال هم میپرسم، خدا رحم کنه. شما توی فضای مجازی به نوعی بهتون میگن آقازاده، بعد واسه آقازاده هم این موضوع مهمه؟ آقازاده این عزیزان بودن. اگر منتسبین به مسئولین میگین، مسئولین باید خودشون تو جمهوری اسلامی نوکر مردم بدونن، پس میشیم نوکرزاده. حالا اگر بعضی از آقازاده ها برای مسائل ملیشون مثلا میان به حاج آقاشون میگن حاج آقا ببخشید پروژه ملیه، چون پروژه ملی هم اکثرا نمیدونم میلیاردی میشه، اینا فقط دغدغه ملی دارن که میلیاردی هم هست، میشه این پروژه این آقایی که میلیاردی مشکلشو حل بکنیم؟ من اگر جای مسئولین باشم و آقاها و که منتسبینم هستم و بعضی موقع میگم به اون عزیز میگم که اون طرف که کارش گیره پیش تو رو بیار یه لحظه که نشست دفترش، میگم آقایی که کارش گیره به واسطه آقازاده من یا نوکرزاده من اومدی خدمته. یعنی حالم بد شد از دیدن قیافه این ملعون، که حالا بعدن هم معلومه دیگه این سریالاییه که ما آخرش رو میدونیم، بعدن میگن به خاطر ویروس چینی کرونا این آقا باید بهش مرخصی بدن بره خونه، و وقتی هم رفت خونه دیگه میشه مثل همون کسانی که از قبل میشناسیم که مال مملکت رو بالا کشیدن و بعدم میگن عفو خامنه‌ای بهش خورده آزادش میکنن و بعدم هیچی به هیچی، هیچ کدوم از این پولا هم به بانک بر نمیگرده و هیچ کدوم از این پولا هرگز به دست مردم ایران نمیرسه. و زمانی این آخوندا میگفتن امام رضا که مرده میتونه زنده رو نجات بده، مرده ها رو هم میتونه زنده کنه، یعنی هر کی شفا میخواست میرفت امام رضا، هر کی هم که مشکلی داشت میرفت امام رضا براش حل کنه. اما از وقتی که کرونا اومد توی داستان قضیه یه جور دیگه شد، یعنی همونایی که میومدن میگفتن برین امام رضا شفا بگیرین، خودشون دست به دامن پزشکان و نیروی پزشکی شدن. بریم با همین گزارش رو ببینیم که کسانی که تشویق میکردن مردم رو که برن امام رضا شفا بگیرن، خودشون الان به چه روزی افتادن. دو تا ویدیو پشت همه که یکی نشون میده از توصیه های این آخوند که میگه آقا برین امام رضا، بعدن خودشه که کرونا گرفته و روی تخت بیمارستان داره از توصیه های پزشکی استفاده میکنه. آمد گفت آقا شما امامین، دلیل بر امامتتون چیه؟ حضرت رضا فرمودن عصای من شهادت بده من امام زمان تو هم بسه، قبول داری؟ گفت نه. خوبه ای، اما من حالا که شما میخواین یه معجزه نشون بدین، من یه چیز دیگه میخوام. من یه عیال داشتم جوون مرگ شد، خیلی دوستش داشت، یک سالم هست فوت شد، دلم میخواد دوباره زنده بشه بیاد با من زندگی کنه. تو اگه امام منی عیال منو زنده کن. حضرت یه تبسمی کردن، همین امام رضا تون ها یه تبسمی فرمودن، همدن برو خونه، از قبرستان آمده خونه با کفنش منتظر توست، وحشت کرده، زود برو. جدی آف همدن برو زود. بلند شد آمد خونه، عیالش آمده، آمد گفت آقا بقیه ماجرا. 42 ساله که مردم رو اینجوری سر کار گذاشتین همین آخوندا. یعنی اگر
یه حکومت مردمی در ایران برقرار بود، پزشکان محترم شریف ایرانی نباید هیچ کدوم از این آخوندها رو در بیمارستان ها راه میدادن. یعنی باید میگفتن آقا جان برو همون امام رضا شفا بگیر. شما چطوری 42 سال سر مردم رو اینجوری گرم کردید، ولی وقتی همین خود شما بیمار میشید بلند میشین میرین آلمان برای معالجه؟ برای مردم باید برن امام رضا، برای شما بیمارستانه، برای شما امکانات پزشکی حتی در آلمان. یا علی یا علی یا علی یا علی احسن دکتر باقری پا شدم، حالا ببین راه میرم. احسن ببین ماشالله خودت زحمت کشیدی. وای وای آره آرام دستت درد نکن. آرام آرام احسن مرجونتم احسن بسه و آروم دو نه آوه نه اصلا سلامات فقط سلامات زک آروم بشرکه. این همون بود که نسخه میداد دست مردم برین امام رضا شفا بگیرین و زنتونم که مرده زنده میشه. یه بس کنین این همه مهملات و مزخرفاتی که به خورد مردم دادین تو این 42 سال و هیچ کس نمیتونست چهره اسلام رو به اندازه اینها نمایان کنه و تبدیل اسمهای خیابانها به اسم قضا نیست، ترس نیست و شعارهای دیگر. ببینین نام خیابانها رو در ایران چطوری تغییر دادن جوانان آزادی خواه و شجاع ایرانی که جان به لب شدند. بعد از تهران و مشهد اقدام جوانان در تبریز، شیراز و همدان هم دیده شد و پدر فرزاد انصاری فر که پسرش 25 آبان 98 در بهبهان با شلیک گلوله از پشت به سرش کشته شد میگوید من به خاطر دفاع از این آب و خاک به جبهه رفته و مجروح شدم، رفتم تا فرزندانم در امنیت و آرامش زندگی کنند، اما نمیدانستم که دشمن من همینجاست. درود خدمت مردم فهیم ایران، این جانب امین انصاری فر پدر جانباخته فرزاد انصاری فر شهید آبان 98 و جانباز جنگ تحمیلی، پنج شنبه 26 تیر 99 دخترم فرزانه انصاری فر با تماس یکی از آشنایان از منزل خارج شد، برای دخترم تله گذاشتن و از خونه چشیدنش بیرون، در حالی که بین مردم داشت به شلوغی ها نگاه می کرد. از بین صده ها نفر زن مرد فقط فرزانه را گرفتن و حتی وقتی همسرم و دخترم برای پیگیری کار فرزانه با خودرو به سمت اداره اطلاعات در حرکت بودند، ده ها مامور آنها را محاصره کردند و حتی تیر هوایی شلیک کردند و باعث ترس وحشت نوه های کوچکم در ماشین بودند شد. من به خاطر دفاع از این آب خاک به جبهه رفتم و مجروح شدم، رفتم تا فرزندانم در امنیت آرامش زندگی کنند، اما نمیدانستم دشمن من همینجا. فرزاد من بله دیگه، هزاران خانواده، هزاران پدر و مادر داغدار شدن در آبان 98 که ما نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. و در زندگی اگه بتونه کسی اندازه این آخوندا دروغ بگه، فکر کنم دروغه، یعنی دروغ‌ترین انسان‌های روی زمین این آخوندا هستند و آخوند خوب آخوند مرده است. اینها رو باور نکنید،
آخوندها رو باور نکنید، با هم ببینیم که این چقدر دروغ میگه. اومد حمید بن مهران گفت به امام رضا پاتو از گلیم خودت درازتر کردی، نسبت به خلیفه توهین کردی و از حد خودت بیشتر حرف زدی. حضرت اینجا آقا غضب کرد. وقتی که حضرت غضب کرد در اومد گفت اگه راست میگی بگو این دو تا شیر. آقام نگذاشت و نمرداشت. روایت داره با صدای بلند بمیرم. امام رضا غضب کردنش، حلیم وقتی غضب میکنه آقا عالم میلرزه. امام رضا غضب کرد اما دونکما هاذ الفاجر، به دو تا صورت عکس شیر فرمود شما دو تا بیایید این فاجر رو بخورید. آقا فل مجلس فه همون لحظه دو تا شیر از این صورت ظاهر شد، دو تا شیر حقیقی پریدن. اول اونو تیکه پارش کرد، استخوناشو اونجوری خورد میکردن که صداشو جمعیت میشنید تو مجلس، بعد تمامشو خوردن و بعد خوناش هم لسیدن، هیچی ازش پاک جمع. یعنی آدم میمونه جلو اینا چی بگه؟ اینها همان شیطانن. یعنی اگر شیطانو میگفتن آقا حقیقت داشته، یه زمانی اصلا واقعیت داشته، شیطانی وجود داشته، اینها خود شیطانن. چقدر دروغ میگین شماها. یکیش که اصلا میگفت که خمینی از زمان حضرت علی گماشته شده بود برای اینکه بیاد شاهنشاه آریامهر رو اصلا بکشه، به قتل برسونه. یعنی اینقدر مهملات و مزخرفات تو این 42 سال گفتن که خسته نشدن. و حالا اینها چهره اسلام رو بسیار آشکار کردن. مردم ایران برگشتن به ریشه خودشون. مردم ایران امروز فهمیدن که پدرانشون زرتشتی بودند و اگر اون اتفاق شوم نمی افتاد 1400 سال پیش، امروز همگی ما در ایران زرتشتی بودیم و اصلاً این پلشت‌ها، این فاسدها، این ننگ‌ها در میان ما نبودند و نسل ایرانی ایرانی بود. نسل ایرانی عرب نیست. دین اسلام به ما ربطی نداره و اینو به خاطر بسپارید. خیلی از گروه تلگرامی جوانان ایران من میبینم که مینویسند گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، هیچ دینی از این زیباتر نیست. که اگر این سه اصل رو هر انسانی رعایت بکنه یعنی دینداره. و شوربختانه 42 سال ما درگیر این آخونده شدیم و چپاول کردن کشورمون رو، زندگیمون رو نابود کردن، جوانیمون رو ازمون دزدیدن و همه ما دست به دست هم بالاخره پیروز خواهیم شد. اگه امروز از ترسشون تمام خیابونها رو قرق کردن، گاردهاشون گوشه به گوشه شهر ایستادن از ترس خیزش مردمی، ولی این چنین نخواهد ماند. بالاخره یه روز به همین راحتی، یه روز که از خواب بیدار شدین میبینین جوانان کشور کار اینها رو یک سره کردند. خب دوستان خوبم، در قسمت پایانی برنامه یک ویدیویی از صحبت‌های آقای ایمانوئل مکرون رو بریم گوش کنیم که در مورد اسلام میگه. صحبت‌های بسیار بسیار مفیدی است که میبینیم این روزها. عرض کردم خدمتون این حکومت چهره اسلام رو برای ما آشکار کرد. بریم با هم بشنویم صحبت‌های ایمانوئل مکرون رو. برگرد. بله دوستان، لازم یادآوری کنم صحبت‌های ایمانوئل مکرون در پی حرکت بسیار بسیار ناجوان مردانه و زشتی بود که به خاطر همین تعصب‌های مذهبی سر یک معلم رو بریدند و بعدم یه عالم جنایت کردن در فرانسه، فقط به خاطر اینکه توهین شده بود به پیامبر اسلامشون محمدی که خودش غارتگر بود، دزد بود، محمدی که به دختر 9 ساله رحم نکرد، محمدی که زنهای صیغه‌ای و زنهای بیشماری داشت و به همین دلیل سر یک معلم رو بریدند، بعد به کلیسا حمله کردند. و آیا این اسلام از نظر شما یک دین
نمیدونم واقعا نمیدونم چی بگم. توهین نمی کنم به کسانی که ایمان دارن، اعتقاد دارن، این دین رو پذیرفتن، ولی واقعا فکر کنیم پیش خودتون یه ذره فکر کنیم آیا اسلام اینه؟ کشتار، دروغ، فریب، ریا؟ با هم بشنویم. با سلام، آنچه می شنوید ترجمه سخنرانی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خطاب به مسلمانان جهان است. این ترجمه از متن عربی به فارسی برگردانده شده است. مترجم مسئولیتی در باره آنچه که در این سخنرانی گفته می شود ندارد. خانم ها و آقایان، من نمی دانم چطور و با چه کلماتی غم و ناراحتی خود را بیان کنم درباره آنچه که در فرانسه و در دنیا دارد اتفاق می افتد. من عصبانیت شما را از اتفاقی که افتاده است می دانم. ای مسلمانان فرانسه، ای مسلمانان جهان، اجازه بدهید امشب اون چیزی را که در قلبم دارم بگویم. اگر کسی خشمگین می شود بشود، ولی میخواهم حقیقت تلخی را بگویم که شما از کشته شدن یک معلم فرانسوی، آن هم به روشی وحشیانه که یک تروریست سر او را از بدنش جدا کرد، خوشحال شدید. دیدم که بعضی از شما از این عمل مجرمانه خوشحال شدید. ای مسلمانان، از شما سوال میکنم آیا این عمل نشانه ای از عشق شما به پیامبرتان است؟ آیا قتل و انفجار و ترور روشی است که نشان می دهد شما محمد را دوست دارید و از او دفاع می کنید؟ آیا شما نمی گویید که اسلام دین مهربانی و گذشت است؟ پس چطور است که می بینم با این تروریست که معلمی را کشته اظهار علاقه می کنید و می گویید کار بسیار خوبی کرده است که سر او را بریده؟ آیا اگر پیامبر شما اینجا حاضر بود از این کار راضی می شد؟ کاری که به خاطر او انجام شده است؟ آیا پیامبرتان محمد سر کسانی را که به او توهین می کردند می برید؟ آیا پیامبر شما پیامبر رحمت نبود؟ پس مهربانی شما کجاست؟ شما می خواهید چهره خوبی از اسلام نشان بدهید؟ آیا این اسلام شماست؟ آیا این رفتار تروریستی ثابت می کند که اسلام دین صلح است یا برعکس؟ این جوان تروریست که این معلم را کشته است از کشورش به فرانسه به قول شما کافر آمده که زندگیش بهتر بشود، چیزی که در کشور خودش نداشت. بعد از اینکه ما همه چیز به او دادیم رفت و سر این معلم را برید. پس اگر غرب کافر است چرا به این کشور کافر می آیید؟ در کشور خودتان بمانید، ما شما را نمی خواهیم. آیا این طور نیست که بزرگان شما و علمای شما شب و روز ما را تکفیر می کنند و مردم را به کشتن ما دعوت می کنند؟ وقتی اینها بیمار می شوند به بیمارستان‌های کشور ما می آیند تا معالجه شوند. این چه رفتار دوگانه ایست که دارید؟ شما به من می گویید به پیامبر شما توهین کرده ام، ولی اجازه بدهید که بگویم شما و دین شما به پیامبرتان محمد توهین کرده اید. آیا شما فردی به نام عمر ابن خطاب را تمجید و تقدیس نمی کنید؟ او کسی است که به پیامبر شما توهین کرد و در خرد او شک کرد و گفت که او هذیان می گوید و نمی داند چه می گوید. وقتی عمر در عقل پیامبر شما شک می کند و توهین می کند و ارزش او را پایین می آورد در مقابل مردم، آیا بهتر نیست علیه او تظاهرات کنید؟ آیا پیامبرتان این فرد را از خانهش بیرون نکرد وقتی که به او توهین شد؟
پس چطور کسی را که پیامبر از خانه اش بیرون کرده مقدس می دانید؟ آن هم در آخرین روزهای زندگی. آیا توهینی بالاتر از این هم داریم؟ آیا از خودتان خجالت نمی کشید؟ ای مسلمانان، ای کسانی که ادعای دوستی به محمد را دارید، چرا اکنون در چهره شما خشم را نمی بینم برای کاری که عمر با پیامبرتان کرد؟ من می دانم، می دانم که حالا می گردید تا هزار عذر پیدا کنید تا عمر را از این تنگنا خارج کنید، از این توهین آشکاری که به پیامبرتان کرده است. او را مقصر نمی دانید، چون شما گروهی منافق هستید. دروغ می گویید وقتی می گویید محمد را دوست داریم. داد می زنید و تظاهرات می کنید وقتی یک فرانسوی یک کلمه درباره پیامبرتان گفته است. دنیا را زیر و رو می کنید. عمری را که به پیامبرتان ناسزا گفت و توهین کرد، او را مقدس می دانید و تمجید می کنید. خانم ها و آقایان، این فقط عمر نبود که به پیامبرتان توهین کرد، بلکه همسرش عایشه هم به او توهین کرد. او اولین زنی است که به بدترین شکلی به پیامبرتان توهین کرده است. این زن گستاخی کرد و در نبوت پیامبرتان شک کرد و به او گفت: تو گمان می‌کنی که پیامبر هستی؟ بله آقایان. آن زن گفت: تو گمان می‌کنی که پیامبر هستی؟ مقابل صورت پیامبرتان گفت: ای مدعیان محبت به محمد، ای مدعیان محبت به محمد، آیا این توهین آشکاری از طرف عایشه نیست در حق پیامبرتان؟ آیا این توهین به محمد نیست در مقابل اصحابش؟ آیا می آیید علیه او تظاهرات کنید و شعار بدهید و یا رسول الله بگویید؟ نه، هرگز نمی کنید، برای اینکه شما منافق هستید. این یک حقیقت است. شما ادعای عشق به محبت دارید، شما ادعای عشق و محبت به محمد دارید، ولی میبینین که این فقط روی زبان شماست، لقلقه زبان شماست. اگر محمد را دوست داشتید، از این زن و از عمر بیزاری میجستید، چرا که به پیامبرتان توهین کرد و تظاهرات جهانی راه میانداختید ضد آنها؟ آقایان، توهین های عایشه اینجا تمام نمی شود. او به پیامبرتان می گوید: تو سخن بگو ولی حق بگو. آیا پیامبر شما حق نمی گفت؟ آیا خدای شما نمی گوید که پیامبر از روی هوا سخن نمی گفت و هر چیزی که می گوید وحی است؟ پس چطور این زن را مقدس می دانید؟ زنی را که به کسی که خدا گفته از روی هوا حرف نمی زند به او می گوید سخن بگو ولی غیر حق نگو، و به او می گوید تو گمان می کنی که پیامبر هستی؟ کیست که به محمد شک می کند؟ و به او... بله دوستان عزیزم، قسمتی از صحبت‌های ایمانوئل مکرون بود که ترجمه شده بود و با هم شنیدیم در وصف اسلام و خطاب به مسلمانان. در واقع من سورپرایز شدم که چطور ایمانوئل مکرون تمام تیکه تیکه های داستان اسلام رو هم میدونه و معلومه که اصلا تحقیقات کرده در مورد دین اسلام. و خب جالب بود برای من، که خیلی جالب بود شنیدن این صحبت ها. امیدوارم شما هم استفاده کرده باشید. جایی نرید، با ما بمونید، برمیگردیم با دوست و همکار عزیزم آقای کامران. ساعتی رو با شما خواهیم بود، گفتگوی کاملا خودمونی دوستانه با شما هستیم. برمیگردیم. موسیقی
تو پروانه مکد